بسم الله الرحمن الرحیم. هموطنان عزیز سلام بر شما، امید است که جور صحتمند سرحال هر جایی که هستین همیش خوشحال و آرام باشین. بازم خوشحال هستم که من احمد نوید ظاهری با سایر همکارا در خدمت شما عزیزان قرار داریم. قسمی که شما میبینین ما هم آمدیم در یکی از زیباترین جاهای از شهر کابل. اینجا هم ناحیه هفتم شهر کابل ساحی نوبرجه است. آمدیم تا این منطقه زیبا و این سرک قسمی که شما میبینین بسیار ساحی بین گلدان های بسیار منظم داره، همچنان چوکی های بسیار منظم، بسیار سرک زیبا. خواستیم کمی زیبایی و تصویر ویژه از این ساحه و شما بینده های عزیز نشر بکنیم و همچنان هموطنان ما که در این ساحه زندگی دارند با اونها هم صحبت بکنیم که در مورد چی میگن. شما هم ما را همراهی کنید و با ما باشید. سلام علیکم. اسم شما چیست؟ اسم من سید فهیم. فهیم جان شما در کجا زندگی میکنید؟ در امی چلستون ساحه نوبرجه. ساحه نوبرجه را قسمی که میبینیم سرک منظم، چوکی های منظم. چقدر وقت پیش جور شده این سرک و این جای؟ این تقریبا 3 سالش میشه. تو 3 سال میشه؟ بله. که شما که زیبا ساخته این سایه؟ ای سایه را که زیبا ساختن گل های ما بین سرک است، چوکی هایش است، گلدان های که است، فعلا دیش گل ها را نشاندن، شاید در اینده بشانن گل ها را. ای را بگن که همی خود نوبرجه همی هست که همی ما میبینیم همی تعمیر کنه؟ آها، این همی نوبرجه است. نوبرجه چرا میگن ایران مثلا؟ نوبرجه بخیر اینجا شاید نو برج بودن به خاطر از نو برج. خود همی قلا نو برج داشته؟ نو برج داشته نمی جوری. حالا پیام شما به کسایی که در این ساحه وطنان شماست یا کوچگی شماست در این ساحه زندگی میکنند. حالا شاروالی محترم مثلا بسیار خوب منظم جور کرده، گروپ های سولاری است، سرک بسیار مقبول زیبا، تعمیرای بسیار جور شده، مثلا سرک دانا جور شده، چوکی های بسیار منظم جور شده. هموطنان ما عزیز چگونه مثلا محافظت بکنن، چگونه در این قبال مسئولیت دارن هموطنان ما؟ هموطنان ما در این که چوکی هاش خراب نکنن، میان بشینن فقط دیگه خرابش نکنن، گل های ما بین سرک نکنن، زنده باشی به خیر باشی. زنده باشیم. برنده های عزیز مردم نیز در این قبال مسئولیت دارن تا از این همچون پروژه ها محافظت بکنن. ببینین چوکی های بسیار عالی جور شده به خاطر نشستن جوان ها، نوجوان ها، هموطنان ما کوشش بکنن این ساحه زیبا را حفظ نگهداری بکنن، کثافات نندازن، چون شاروالی محترم جاهای مختلف از شهر کابل جور میکنه، هموطنان ما در این قبال مسئولیت دارند تا از او حفظ نگهداری بکنن، پاک نگاه کنن. اگر هموطنان ما توجه خاصی به همچو پروژه ها، همچو جایی که از طرف حکومت تطبیق میشود، هموطنان ما همکاری نکنن، حفظ نگهداری نکنن، دوری نیست که ما یک شهر نامنظم می داشته باشیم. قسمی که می بینین واقعا همین ساحه بسیار مقبول مال میشه، سرکش، همین گروپ ها را که شما می بینین سولاری هست، همچنان چوکی های بسیار منظم، باطلدانی بین سرک، یعنی گلدانی های را که شما تماشا می کنین. حالا خب فصل زمستان است، اما در فصل بهار که بیایی در این ساحه بسیار منظم و مقبول مال میشه که هموطنان ما می توانن از این ساحه استفاده بکنن. با جوانان، نوجوانان و همچنان کسایی که در این ساحه زندگی میکنن با آنها بیشتر صحبت میکنین در مورد این ساحه، شما هم همراهی مون کنین. سلام بر شما. سلام. اسم شما چی است؟ تمیم است. تمیم جان شما در این نوبرجه زندگی میکنین؟ بله. خب بگوین که ساحه شما چقدر وقت پیش جور شده، چی چیزهایی در ساحه شما مثلا اضافه شده که این ساحه را زیبا و مقبول ساخته تا هموطنان ما از ساحه استفاده میکنن؟ این خب مدت 3 سال میشه که سرک جور شده دیگه. مثلا چوکی ها و باطلدانی ها و یارا با حدود 3 سال میشه که جور شده. حالا هموطنان ما در این قبال چه مسئولیت دارن؟ هزم چه پروژه ها چگونه باید محافظت بکنن؟ یا باید پاک نگاش کنن دیگه، از استفاده صحیح کنن، صحیح نگاش کنن. شبانه روشن می باشه سرک؟ بله روشن می باشه. یعنی مقبول مالی میشه از طرف شب؟ شما میایم در سرک ایجا در چوکی ها استفاده میکنید؟ از طرف شب بعضی مردم میاد دیگه روشن میباشه سرک،
خوب معلوم میشه. یعنی در بهار حساب حالا زمستان سوایا. تشکر، بخیر باشه. زنده باشید. زنده باشید. امین جان خوب هستی؟ خوب هستم. کجا بودی؟ کجا روان بودی خود؟ رفتم پیشاور و می اومدم. خب چطور از سرک شما همسایه شما مقبول شده سابقش کرده؟ خوب است. خوب شده؟ آه. حالا پیام شما به دوستکای چی است که از این باید چه قسم حفظ نگهداری بکنن؟ ببخشید کثافات نندازن، در باطلدانی باید بندازن. پیام شما به هموطنان چی است؟ خوب نگاهش کنن، پاک صفا نگاهش. سلام بر شما. سلام علیکم. خوب هستین برادر؟ سلام شما. چی است؟ محمد ایوب هستم، از نایه هفتم شهر کابل گپ میزنم. جناب ایوب صاحب را بگوین که میساهی مثلا نو برجان امساها را که ما میبینیم بسیار زیبا جور شده، پاک صفا است، مردم بسیار توجه در اینجا میکنن یا ناهی محترم بسیار نام خدا فعال است که در این سایه کار میکنن؟ ولی اگر قسمی که شما میبینین شاید مشاهده کرده باشین، در زیادتر گلدان هم بیادن مردم کثافات همون دادن، هم کار نمیشن کتم شاروالی کابل دیگه. با واقعیت خدمت شاروالی کابل خودش میکشن. باور کن که ما نفر توظیف میکنیم بیادر، همی خود ما هم کارمندش هستیم، بیادر نفر توظیف میکنیم، هزار گلدان هزار، فکر کن که بیادر از اینمی قسمت دانباخت تا نوبرجه را یکانده کراچی کسافت جمع آوری میکنیم روزمه را از گلدان ها. خب اگه این همکار مردم باشن، بازم خواهش میکنم از برادرای ما که بدر همی کارا میکنن، در گلدان من دادن بدر نکنن همی کارا، همی وطنشان هست، فکر که خانه شان هست، خانه خود که مردم همه تنظیف میکنن، بسیار ستره نگاه میکنن، باید از بشر خودم توجه کنن. دیگه قسمی که شما میبینین فضل خدا از 7 بجه صبح که ما میاین در کار، بعدت تا ساعت 3:30 بجه عصر در کار میباشیم، با واقعیت خدمت میکشیم، زحمت میکشیم، خدمت به وطن میکنیم. بیادر این چرا که فرض ماست، سر ما فرض است، بیادر باید از این کار کنیم و در پالش مردم هم کار باشه. مثلا جناب ایوب صاحب، سابق که ما آمده بودیم در مساحه، چون ما واقعا نامده بودیم ساحه نوبرجه را نیده بودیم، نام خدای بلاکا و فضا را، چقدر واقعا امی ساحه نوبرجه این ساحه چلستون چقدر تغییرات خود شما چون همیجا بوتین زندگی کردین، چقدر تغییرات ها میبینین؟ باور کنین که در این سرک یک وقت میامدین بسیار خسته میشدین، خسته میشدین، مکمل جغل بود، یک ارور مرور موترا و مردم قدر نبود. ولی حالا که مشاهده میکنین خودتون میبینین، فضل خداست، الحمدلله است، روز به روز اگه تو همکار باشی ما همکار باشم، بدر یکی بده دست دیگه بتیم، همه افغانستان جور میشه، همه افغانستان جور میشه. منتا این نگویم که ولی فلانی سی بس مدانیش، نه، کل ما همه هم یا هم وطن هستیم، باید از خدمت وطن سر ما شما فرض است. هیره هر فرد ما باید از هیره توجه داشته باشه به این قسمی که شما میبینه نمی نوبرجه را. نوبرجه گفتیم این برادرها شاهد است، وقت بوده که اینجا جغل بود، باور کن که ارور مرور موترهایش نبود، مگه مال الحمدلله شهر بازار شده. این از برکت همی مردم، همی بیادر دولت ما این از شکر الحمدلله مثال بیادر فعال هستن، بیادر باید از همه دست به کار شویم. تشکر جناب ایوب صاحب، شما خوب پاککاری میکنین، معظم میکنین، مثلا شاروالی محترم سرک جور میکنه، گلدان جور میکنه، مثلا پیاده روا را جور میکنه، دیگر جور میکنه. حالا مردم در قبال حفظ نگهداری هم چه پروژه ها چه مسئولیت دارن؟ ده مقابل زیگه پا باید اگر نداشته باشن هم داشته باشن، چرا که ای گفتم که خانه یک نفر نیست، خانه تمام افغانستان افغانستان است. باید تصویر باور کنین که اینی قسمت ها اینا توجه نمیکنن، توجه نمیکنن. زیادتر مردم اینمی گلدان هایی را که میبینین پیش سر ما شما، اونو او بغل بیادر اونجا زیادتر شد تخریب کردن. اینمی کسایی هست که بیادر کسایی کنی توتا و پرچه بیادر کدیشه، چرا همون چیز را که ما شما در خانه خود دوست داریم، خود در شهر خودم باید از دوست داشته باشه. خود شهرم هم خانه ما شماست، این در پشت برادر ما سعی کنین شهر ما خانه ما. خب وقتی که شهر ما خانه ما که میگیم، خب باید از خانه خود ستره نگاه کنیم، تمیز نگاه کنیم، خوب هم تا مستحکم نگاهش کنیم. با این نشد که ولی سعید در پشت سرزی از شهر ما خانه ما، نه، عمل کنیم،
عمل کنیم در مقابل از این گپا باید از عمل داشته باشیم. الحمدلله فضل خدا روز به بیبدیست کوشش نهایی نهایی هفتم اینمیست که بیادر سایش تنظیفی است که امشال سایی تنظیفی بسیار مستحکم ما تو بیادر کار خودم میکنن باور کنیم که اینمیال موتره زیادترش کسافات نمیافه تا این اندازه اینه کسافات نمیافه امشال هست کل مردم دزبکار شده باید است من تا که قسمه که پیشتر یادواری کردم در بین گلدانها کسافات نمون داده اینمیره متوجه باشن خیر از نمیرم بیادر نکنن دوله برشان موندیم دوله کسافات در هر نقطه که نایه هفت بیادر سعی کنین دوله برشان موندیم فرض که چهار قدم را میگیره در گلدان میگه او برادر چرا خب ولی اینجا کسافات دونی اونو برادر او ولی اونجا کی میبره او برادر اونجا کی میبره دو قدم دیگه نمیتونی آورده اینه این مشکلات ها دیگه برادر خود خداوند هر کسی که مثال ناروایی میکنه هدایت شوه این مثال در مقابل همین گلدان سرسبز باشه خوب است یا پر کثافات مردم خوب مال میشن سایه خوب مال سایه خوشایند میباشه بیادر توام لذت میبری یک شهرمند دیگه مون لذت میبره ولی که در این رقم بی‌توجهی کنن هر کس کثافات در بین گلدان مونه زوالدانی برشان ماندگی است چرا هر چیز باید از سلسلش فهمیده شو که اینی چه داست اینی چه داست مگم نمیکنن در بین گلدان مونده اینجا نمونده باید از برادرای خود خواهش میکنم و نمی کار نکنم باور که نفرهای ما بیاده تنظیف صرف به خاطر گلدان ها تشکر قربان شما بسیار زیاد تشکر شما خیر باشید سلام و علیکم سلام اسم شما چی است مانه؟ ساحل ساحل جان ساحل شما چطور جور شده سابقش کده؟ چقدر تغییرات آمده در اینجا؟ زیاد تغییرات آمده اول اینجا زمین ها بوده با سرک جور شد خود سرک جور شد حالا شما از سایک استفاده میکنین چه وقتا میاین مثلا در چوکی ها مینشینین همراه دوستایتون قصه میکنین صحبت میکنین در دمستان ها میگن تا می در با آرام خب پیام شما به همسن سال های چی هست که از این چگونه حفظ نگهداری بکنن از سایه از سرک مثلا از این جای بایتر پاک نگاش کنن چوکی ها را خراب نکنن کسافات ها را داری سرک نندازن تشکر بخیر باشه. بیننده های عزیز و محترم شما هم دیدین نظریات مردم ما شنیدید هم وطنان ما که در این ساحل زندگی میکنن دوکان هاست گلدانی هاست بسیار زیبا جور شده واقعا قدم زدن در اینجا لذت بخش است ما هم از این مسیر گذشت میکنیم واقعا دیدیم که ساحل زیباست گفتیم بیایم که یک یاد بود کنیم کسایی که در خارج از افغانستان از میشه مرزایی صاحب شما استاد چنینم اینجا کسایی که در خارج از افغانستان است میتونن فضا را ببینن این ساحل نو برج را ببینن کسایی که ندیده بودن بالخصوص ما و همکار ما ندیده بودیم این ساحل را که اینقدر زیبا شده مقبول شده سرک بسیار منظم و گلدانی ها و همچنان چوکی های بسیار عالی جور شده بسیار لذت بخش است که از این ساحل مردم و هموطنان ما مرور و بر دارن شما هم تصاویر و همچنان مصاحبه های هموطنان ما را دیدین از ساحل نو برج تصاویر را هم تماشا کردین تشکری جهان سپاس میکنم از هموطنان ما که همیشه کامنت های زیبای در ویدیوهای ما میمانند تا ایدار بعد که انشاءالله من احمد نوی ظاهری با سایر همکارا در خدمت شما حاضر میشویم شما را به الله پاک بی‌نیاز میسپاریم شب و روز خوش داشته باشین